قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی در جامعه است، اما حقوقدانان میگویند که در افغانستان این قانون بارها زیر پا شده. قانون اساسی در افغانستان بیشتر از 50% نقض شده و نقض میگرده و این نقض قانون به یک فرهنگ تبدیل شده. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز از نقض این قانون نگران است. میتونیم از انتخابات هفتگانه ای که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، ما تا کنون انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی را داشتیم. دیدبان شفافیت افغانستان حکومت را بزرگترین ناقض قانون اساسی کشور میداند. رئیس جمهور غنی خود را قهرمان قانون اساسی یاد میکنند و همیشه در سخنرانی های خود به او اشاره میکنند. اما عملا دو اصل مهم قانون اساسی در دوران حکومت وحدت ملی مد نظر گرفته نشده. یکی احترام به استقلالیت نهادها و کمیسیون های مستقل دولتی و دوم عدم تمرکزگرایی در درون دولت. در همین حال برخی از نمایندگان میپذیرند که هر سه قوه دولت این قانون را نقض کردند. قانون اساسی حتی 20% از این متاسفانه تطبیق نشده و بیشتر که از طرف همین هر سه قوه نقض میشه. ساختار حکومت وحدت ملی در قانون اساسی کشور پیش بینی نشده است. قرار بود حکومت وحدت ملی در 2 سال نخست لویجرگه قانون اساسی را برگزار کند، اما این کار را نکرد. دیدگاه حکومت را در این باره به دست آورده نتوانستیم.